کنفرانس دو روزه زیر نام آموزش و پرورش نمیتواند انتظار بماند از سوی سازمان ملل متحد برگزار شد. دبیر کل سازمان ملل متحد در تویت میگوید که دو سوم کسانی که در اوضاع بحرانی و طولانی آموزش به سر میبرند در کشورهای دموکراتیک کانگو، اتوپیا، مالی، نایجیریا، پاکستان، سودان، سومالیا، سودان جنوبی، یمن و افغانستان هستند. امروز 222 میلیون دختر و پسر تحت تاثیر وحشت فاجعه جنگ و آوارگی قرار دارند. بیش از 78 میلیون کودک اصلا به مکتب نمی روند. این کنفرانس به دنبال بسیج منابع مورد نیاز برای ارائه برنامه راهبردی 4 ساله آموزش و پرورش است که 1.5 میلیارد دلار را گردآوری می کند تا به 20 میلیون کودک و نوجوان نیازمند کمک کند. سمیه فاروقی که به نمایندگی از دختران افغان در این نشست شرکت کرده است، از تمام رهبران جهان و همه مردم می خواهد که از افغانستان پشتیبانی کنند و دختران افغان را فراموش نکنند. من سمیه فاروقی و میلیون ها دختر افغان که آرزوی انجینیر شدن، دکتر شدن و معلم شدن را داریم، دقیقاً 514 روز قبل از امروز قلب من و میلیون ها دختر دیگر در داخل افغانستان شکست. همزمان با این، شماری از دختران دانشجو در کشور نیز از حکومت سرپرست میخواهند تا هر چیز زودتر تصمیمشان را درباره بازگشایی در مکتب ها و دانشگاه ها نهایی بسازد. خواستیم از امارت اسلامی است که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را باز کنید، با آینده بانوان افغانستان بازی نکنید، بگذارید تا یک افغانستان مترقی داشته باشیم. حکومت سرپرست در این زمینه امید است که تجدید نظر به عمل بیاورد تا نیمه از پیکر جامعه دوباره به علم و دانش رو بیاورند. در این میان سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر میگوید که حکومت سرپرست مخالف آموزش در افغانستان نیست. واضح است که امارت اسلامی افغانستان خلاف تعلیم و تحصیل نیست، اما میخواهد همه مسائل در روشنی ارزش‌های اسلامی و ملی ما حل شود. باید گفت بعضی ادعاهای رسانه ها عاری از حقیقت میباشد، حقایق را که ما حقه بستاب نمیکند. این در حالی است که بیش از 510 روز می شود که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند و وزارت تحصیلات عالی در ماه قوس ادامه آموزش دختران را تا اطلاع بعدی در دانشگاه ها به حالت تعلیق درآورده است.